خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از بازتاب تصمیم دونالد ترامپ به خروج نیروهای آمریکا از سوریه و افغانستان خواهیم گفت تا واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد در تهران. و 80مین زاد روز بهرام بیضایی. سلام آقای بهنود. آخر هفته آقای ترامپ بی خبر رفت عراق و گفت که آمریکا قرار نیست پلیس جهان باشه. بله، منتها از اول هفته چون اعلام کرده بود که از سوریه و افغانستان خارج میشه نیروهاش، خیلی به خصوص سوریهش خب خیلی دامنه پیدا کرد و حدس و گمان پیدا کرد. تو روزنامه‌های ایران هم الحق مفصل منعکس شد. اگه بدین نگاه کنیم، اول به صبح نو بازگشت به خلیج خوک‌ها، دولت ترامپ و تغییر رفتارش در منطقه خروج نیروهاش اعلام کرد. اجازه بدید بگم که صبح نو اصولا از مسائل خارجی فقط یه استفاده‌ای در حد یه دونه عکس و یک مقاله کوتاه سر دستی می‌کنه و در حقیقت توجه اصلیش به این جاها نیست. توجه اصلیش بیشتر به مسائل داخلی است که حالا اگر فرصت بود عرض میکنم، ولی اینجا در سرمقاله معمولا بدون نامی که مینویسه اشاره کرده به همین موضوع و میگه که خود ترامپ بارها اعتراف کرده که هزینه تریلیون دلاری برای منطقه پرداخته و نتیجه حاصل نشده. او در توییتش مدعی شده که به خانه باز میگردد، ولی به هر حال معتقد است که تصمیم گیری در پرتگاه منجر به موفقیت راهبردی نمیشود و احتمال میده که برگرده به ماجرای معروف خلیج خوک‌ها که بحران خیلی بزرگی بود که در زمان جنگ سرد اتفاق افتاد، زمان کندی، و به گفته بسیاری از تاریخ‌دان‌ها و کارشناس‌ها اگر در اون زمان کسی مثل خروشچف در شوروی بر سر کار نبود، جنگ جهانی سوم قطعی بود. یه تیتری هم هست این پایین، آستان قدس رضوی در فضای مجازی چه میکند؟ با مدیرعامل مؤسسه رسانه‌های نوین که به تازگی تأسیس شده مصاحبه کرده. بله، توجه داشته باشید که از موقعی که آقای قالیباف که البته ائتلافی در زمان انتخابات آخر 96 کرده بودن با آقای رئیسی، ولی این سال‌های آخر، خب این ماه‌های آخر ذره فعال‌تر شدند در مشهد که زادگاه خودش هم هست، بنابراین حالا چشم‌انداز یه نوع ائتلاف سیاسی هم به چشم میاد. از جمله این روزنامه که طرفدار آقای قالیباف هست، از اول بوده است، اساسش بر این بوده است، به خبرها و موضوع آستان قدس رضوی توجه ویژه‌ای نشون میده. تا حالا بیشتر به تهران نشون میداد، اما شرق رو ببینیم. شرق رو ببینیم، ایران بعد از خروج آمریکا، همون موضوعی رو که الان عرض کردم که موضوع مهم روزنامه ها بود. اینجا هم آقای علی خرم توی مقاله اصلی شرق می نویسه که معتقده به طور خلاصه اینکه هی میگیم که و گفته میشه که ترامپ تاجر و همه چیز از نگاه منافع نگاه میکنه، این یه جاهایی هم گرفتاری داره، از جمله اینکه مثلا بردن سفارتخونه به اورشلیم کجاش منفعت مالی داره، یا دیوار کشی برای مکزیک، اینا نیست. بنابراین میخواد بگه که نه، یه جاهایی هم هستش که توجیه اقتصادی نداره و او عمل میکنه. توجه میده که الان خلاص شدن ارتش امریکا از درگیر بودن در افغانستان و سوریه و به خصوص سوریه ممکنه که این خطر رو داشته باشه که او با اومدن رزمناوش به خلیج فارس هم داره نشانه میده که اینجاها دست به کاره بزنه و ایران باید مراقب باشه. در واقع همین، از این میگه که یک
از مثلث شوم نام میبره که میگه عربستان، اسرائیل و آمریکا در واقع از حالا دشمنان به گفته ایشون ایران هستن و معتقده که ایران باید با یک سیاستی حواسش به این داستان باشه کاملا. بریم روزنامه اعتماد رو ببینیم. روزنامه اعتماد ماجرای هفته گذشته رو که نماینده سراوان رو برخوردش با کارمند گمرک رو داره میبینه و از قول نماینده‌ای که الان زیر فشار قرار گرفته و اصولاً هم گفته شد در این روزهای آخر که ایشون بستری شده یا اینکه استراحت کردین از تو صحنه خارج شده، از قول او نوشته که اینا یه بهانه است به خاطر اینکه اصل مجلس رو نشانه گرفتن. ایشون قبلاً یک کوششی کرد برای اینکه بگه که به دلیل تعلقش به استان محروم این اتفاق افتاده، ولی اون مقبول نیفتاد. حالا میگه که خواستم به مجلس. اصل قضیه عبارت از این استش که آیا اگر یک کسی مثل ایشون در لیستی بود که کم و بیش اکثریت داره در مجلس، میشه خطاهای او رو تبدیل به حسنش کرد؟ میشه فشار آورد به دولت که بره اون کارمندی رو که دیدیم تو فیلم که چی کار میکرده او رو جریمه کرد؟ ظاهرا اون فضایی که در مجلس به وجود اومد سرسده خیلی ها رو در آورده، بنابراین اون دو روزی رو که اینا سرگرم موضوع شدن خیلی مسئله ایجاد کرده و مسئله یواش یواش داره میره آروم شه. البته گویا به گفته روزنامه اعتماد همچنان حاشیه سازه این داستان. ولی حاشیهش که داره میره، میدونید که در این وسط هم دیگه معمولا اینطوری میشه دیگه، چون ایشون اشاره کرد به این که اگر نمیرم دانشگاه میرم به صلاح هیئت علمی، بعد بعضی ها متوجه شدن که ایشون استاد دانشگاه هست. یه چیزی که در ایران عجیبه، سیاستمدارا همیشه به جای اینکه بالاخره یه راه حلی برای اتفاقی که افتاده پیدا کنن به یک جای پناه میبرن، یا بعضی ها میگن به خدای خودم پناه میبرن، یا حالا ایشون میخوان برن دانشگاه درس بدن. اما موضوع مهم هفته که از مطبوعات آمده باشه، چون دو تا موضوعی که گفتیم یکیش از اون برای دنیا اومده بود، یعنی تصمیم آقای ترامپ بود که حالا آنچنان هم نمیشه گفت حتما اجرا میشه، ممکنه که در عمل معلوم میشه چیز دیگه میشه، سابقه داره. این ماجرا هم همینطوریه، به حال روزنامه ها نساختنش، ساخته شده. اما اون چی که روزنامه ها تولید کردن مصاحبه است که میبینید روزنامه مستقل کرده است. بریم روزنامه مستقل رو ببینیم. خانم فائزه هاشمی و تیت زده که دولت روحانی مصاحبه چیزی بود و کلی هم فکر کنم جاهای مختلف بازخورد داشت این مصاحبه. بله دیگه، این مصاحبه است که فرشته صائمی کرده است با خانم هاشمی و از همون اول شروع میکنه انتقاداتی از اصلاح طلبها داره، از خود دولت داره، همین بحثی که دولت فشل است. حرفای تندی نسبت به اصولگرایان میزنن که میگن اصولا اینا به هیچ اصولی پایبند نیستن، بر اساس منافعشون دین رو تفسیر میکنن، به اصول اخلاقی و انسانی پایبندی ندارن و برای ماندن در قدرت هر چیزی رو زیر پا میذارن. البته میگن که اصلاح طلبا هم کم و بیش از این ایبا دارن، ولی جهت اصلی اونجاست. این جمله مهمه که از دیدگاه من فروپاشی محتوایی اتفاق افتاده است و تنها فروپاشی ظاهری و فیزیکی اتفاق نیفتاده و خیلی احتمال میدم که این اتفاق بیفته، درست یا نادرست، پایه های حکومت مستحکمند، عمدتاً از طریق ارعاب. من بعد خوندم درستش اینه که خیلی ها احتمال میدهند که این اتفاق موقعی بیفته، ولی به درست یا غلط اونها از ارعاب یا از ترس اینکه مبادا شرایط وجود بیاد بدتر از این هست که اعتراض نمی کنند. خلاصه حرفش اینه. بله، بریم روزنامه بعدی رو ببینیم، روزنامه ایران. موضوع مهم البته بعد از اینکه آقای ترامپ گفتش که ارتش از افغانستان میره بیرون، خب یه تحولاتی در اتفاق میفته، از جمله اینکه به نظر میرسه که اینجا این نظر منه، نظر به اصطلاح عمومی نیست، که بعد از این اتفاق و حرکتایی که آقای خلیل‌زاد داره میکنه و جلساتی که برپا کرده، طالبان به حال نشونده، گرچه با دولت افغانستان مستقیما گفتگو نکرده، ولی به حال اونا نشونده این طرف اون طرف داره باشون به هم دیگه نزدیک میکنه. خیلی هم معتقدن که خیلی از همیشه جلوتر این روند، این که بشه اونجا یک وضعیت ملی ایجاد کرد، یک تفاهم ملی ایجاد کرد. درست در همین زمان افشا شد که ایران هم آقای شمخانی در واقع رفت اونجا با یه هیئت متخصص از طرف شورای امنیت ملی
و همونطور که می‌بینیم مذاکره ایران با طالبان این واضح شد. قبل از این تو بسته گفته می‌شد، گاهی هم تکذیب می‌شد، ولی الان واضح شد. چیزی که همیشه ایران متهم بود از طرف به خصوص آمریکا این بود که با طالبان نه تنها مذاکره میکنه که تجهیزات میده، که ایران همیشه دادن تجهیزات به طالبان رو رد میکرد. هیچ وقت هم اثبات نشد. بله. برعکسش البته هستش، یعنی برعکسش خود نماینده‌های مجلس آمریکا در مورد اینکه آمریکایی‌ها چقدر کمک کردند در فرصت‌های مختلف به داعش و به طالبان حرف زدن. آقای بلوری مقاله نوشتن به نام دانشگاهی بر فراز کوه با جاده پرخطر، و البته اون بالا هم باز گزارشی هست که مقصر اصلی مرگ دانشجویان اتوبوس فرسوده جاده غیر استاندارد و پیمانکار متخلف دونسته. آقای بلوری از جمله میگوید که ساختن دانشگاهی به این وسعت در بالای کوهستان این کار از ابتدا غلط بوده که دانشگاه آزاد کرده. خیلی تپه همینطوری عکسو میبینید خطرناکی به نظر میرسه و هیچ حفاظی دور این جایی که دست کم اتفاق افتاده حفاظ نداشته. یعنی من نمیدونم که همه جاده گاردریل نداره، این به نظر عجیب میرسه. شاید قبلا مثلا تصادف صورت گرفتن رو درست نکردن، ولی به حال اینجا گاردریل نداشته. آقای بلوری معتقد است که اصولا قرار دادن موضوع اونجا، یعنی یه نقطه‌ای که دانشجو فقط با مینیبوس یا با ماشین میتونن بهش برسن و وسیله دیگه‌ای برای حملشون به اونجا وجود نداره، این کار غلطی است و این حوادث توش به وجود میاد. این نقطه اصلی است که آقای بلوری روش انگشت میذاره. یه چیز دیگه هم که خیلی تاکید میکنن روش در مورد حوادثی از این دست، سوختن بچه‌ها توی مدارس دختران شیناباد، و اینکه میگه فقط به تعداد مادران و والدین عزادار اضافه میشه، بدون اینکه یک راه حل اساسی برای جلوگیری و پیشگیری از یک چنین حوادثی واقعا در نظر گرفته بشه. بله. خب بریم برگزیده ها آقای بهنود قانون رو ببینیم. خب هشتمین زادروز، هشتمین دهه ما دلمون نمیاد که هشتادومین. بله. من شخصا دلم نمیادش که آقای بهزادی رو 80 ساله فرض کنم. البته او از نظر دانش نظر دانش نه الان، که بلکه همون موقع هم که 40 ساله نبود و موهاش به همین اندازه سفید بود، آقای بهزادی از 30 سالگی موهاش سفید شد، بیشتر از 80 ساله فایده داشت، بیشتر خونده بود. و به نظرم اینجا بگیم که حرفی که بابک احمدی زده حرف غلطی نیست. واقعا آقای بهزادی بزرگترین هنرمند زنده ایران هست، و وقتی که میگیم بهزادی، حالا غیر از این که به هر حال وجود او و وجود نازنین او بیاد میاد، شرافت او در کار بیاد میاد که موضوع مهمی است در این روزگاری که ما ازش صحبت میکنیم. در دو دوره سخت او امتحان سخت پس داده است، و بنابراین کسی نیستش که در مورد شرافت او سخنی گفته باشه یا مثلا شکایتی داشته باشه، چه تئاتر، چه سینما، چه نوشته هایی کرده، تحقیقاتی کرده. مثلا من فکر میکنم واقعا هیچ چیزی مثل باش و غریبه کوچک واقعا در سینما ایران تکرار نمیشه. اصلا این نگاهش به ایران و فرهنگ ایرانی. اما در این حال توجه داشته باشیم وقتی که صحبت میشه، از جمله مقاله که مسعود باستانی نوشته، دیگرانی هم البته نوشتن، آقای مرزبان که تو تئاتر هم کار میکنه، آقای صادقی، اینا نوشتن، ولی مقاله مسعود باستانی به خصوص با این درد همراهه که چرا باید یک کسی مثل آقای بهزادی الان چند سالی است در ایران نباشه. آقای مسعود باستانی در واقع میگه که جسارتش رو پیدا کردم که امسال نامه‌ای به مناسبت 80 سالگی آقای بهزادی بنویسم، و میگه که ای کاش میتوانستم برایش بنویسم که عمرش در صده ها نمی گنجد. عمرش به قدمت همه اسطوره هایی است که برای ما بازخوانی کرده، و حضورش به قدمت همه آن قصه های فراموش شده است که از دل تاریخ برای ما نوشته. و حال قانون رو باید بهش تبریک گفتش که روز چهارشنبه صفحه اولش این شکل داشت. بله. خب بریم سراغ پگاه امید که هفته پیش شما دقیقاً اطلاعات دقیقی از این مجله نداشتید. فقط ما رو جلدش الان
به دستمون رسیده، بنابراین نمیدونیم توش چیه، ولی حالا دیگه میدونیم توش چیه. یه مجله که در خوزستان در میاد، اهواز. بله اهواز در میاد. دو سه تا چیز جالب برای من داشت. خب خیلی فوکوسش بیشتر روی همین حوادث خوزستان میچرخه، حالا مشکلات کارگرا و اینا، خصوص فولاد. بله فولاد اهواز که خب اصلا روی جلد هم همین اعتراضات رو داره نگاه میکنه. یه مصاحبه من دیدم با آقای اخلاق محمدیان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان. این مصاحبه گویا به خاطر نمایشگاهی که اونجا برگزار شده بوده، نمایشگاه صنعتی. بله نمایشگاه صنعتی. یک تصویر ایشون میدن که یه ذره تصویر عجیبی بود برای من، نگار که همه چی در استان خوزستان عالیه، به خصوص از نظر صنعتی و پیشرفت‌های صنعتی، از لحاظ کار همه چی خوبه. و مصاحبه‌گر می‌پرسه که با توجه به رکود موجود در صنایع کشور و استان‌هایی که با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنن، فکر می‌کنید این نمایشگاه برای تولید کنندگان کارکردی داشت؟ جوابش میگه میتونم با شما شفاف صحبت کنم، آدمی که خواب هست رو میشود بیدار کرد، ولی آدمی که خودش رو به خواب زده نه. حقیقتا سوالات شما این جنبه رو دارد. آیا من پولی از واحد صنعتی بابت حضور در نمایشگاه گرفتم یا برعکس در شرایط رکود کمک هم کردم؟ بعد سوال بعدی میگن که بحث من، یعنی مصاحبه کننده میپرسه که بحث من اینه که در شرایط رکود و بحران فعلی، برگزاری این نمایشگاه چه دستاوردی برای صنعتگران و تولید کنندگان میتونه داشته باشه؟ ایشون میگن کدام صنایع بحران دارند؟ خب یه شما هم یه آدم خوشبین پیدا کردین، انقدر بهش فشار نیارید. ما همین الان نمایشگاه برگزار کردیم، قرفه ها زدیم. من به نظر من اتفاقا اون حرفش رو یه ذره میفهمم. وقتی که خبرنگار ازش میپرسه که چه دستاوردی دارین، جوابی که داره میده اتفاقا به نظر من میرسه واضحش اینه. میگه ما که پولی از این کار نگرفتیم، بلکه خبر دادیم که اگه میخواید بیاید. آدمهای اومدن اونجا گذاشتن لابد براشون فایده داشته. بله. بریم مجلات چلچراغ رو ببینیم. بله چلچراغ. خب الان من همطوری قبلا اینو بگم که این موضوع چلچراغ رو آقای پورعزیزی داره یه مسئله میشه ذهنی برای من. این مثلا شاید مثلا در یه مدتی که خیلی طولانی نیستش، 20 فکر میکنم 20 سال باشه که چلچراغ برمیاد، تصورم اینه است، یا به حال در این محدوده هستش، سه نسل اومدن توی چلچراغ و موفق رفتن بیرون، یعنی مثل دانشکده روزنامه‌نگاری بوده. بله. الان کسایی که اونجا هستن به زحمت یکی دو تاشون رو من می‌شناسم. و در حالی که مثلا تا 7 8 سال پیش می‌شناختم از به اصطلاح آدمای سابق. نسل اولی چلچراغ که تقریبا فکر کنم 90 درصدشون اصلا مهاجرت کردن و اومدن. آره بعضی مهاجرت کردن، بعضی رفتن شغلشون عوض کردن، چیز دیگه کردن، بعضی توی زمینای بسیار موفق شدن، نام‌آور شدن. این حس ایشون که داره همینطور با جوونا میره و با جوونا حرکت میکنه و واقعا من به نظرم جای فوق العاده تبریک داره، به خصوص که یک همچین خوش ذوقی های هم به خرج میده. این عکس روی جلد رو همینطوری ازش آسون نگذارید. عشق در پستوی خانه، مخصوص اینه که خانه برنارد آلبا، در این حال این بخشی از شعر معروف شاملوست که دهانت را میبویندش معروف هست، که اونجا هم میگه که عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. بله. بنابراین بعد این عکس هم شما نگاه کنین، کولاش خیلی کولاج زیبایی، واقعا شوخی نگیرید. بعد مجلی رفته با عوامل نمایش، نصفش هم سیاسفیده نصفش رنگی هم جالبه. بله اصولا این کولاج خیلی خوبیه. و بعد همینطور مجله همینطوری که بهش گذر میکنم به نظرم میرسه که دست کم بر اون بخش جوانان شهری ما که دانشجو هستند یا به حال مدرن‌تر از بخش‌های دیگه هستند، این مجله فوق‌العاده است از نظر آگاهی رسونی. این گزارش رو آسون ازش نگذاریم. تو را میکشیدم که یادم نری، یه گزارشی است درباره یک ماده مخدر جدید که البته اسمش هم تو دورادور ما شنیده ایم، ولی کسی نمیده بود برامون تو جزئیات برامون تشریح بده که این اصلا چرا انقدر پرطرفدار شده ماده مخدر گل.
که الان همه جاش صحبت هست. این گزارش خیلی همه جا یعنی بیشتر ایران دیگه، واقعا من اینجا خیلی نمیشنم، نمیدونم. نه اینجا ممکن اسمش چیز دیگه باشه. بعد نه توزه برفتم باشه دیگه، شما الان تو اون سن و سال نیستید که اینا رو بهتون معرفی به خدا موقعم که تو این سن و سال بودیم از این فضاها به دور بودیم. بعد خلاصه صحبت میکنه، مثلا این سوتیتا رو دارم میبینم، معتادم معتادای قدیم، میگه بزن روشنشی. به حال این با زبانه که زبانه هم از جهت علمی میگوید که خلاصه چه اتفاقات داره میفته، هم از نظر آماری میگوید که این سهولت و ارزونیش و اینا چه گرفتاریایی برای مملکت ایجاد کرده. به حال در مجموع وقتی که یک بخش آخری داره درباره مجسمه هایی که با یه ریتمی، مجسمه های شهری تهران که چگونه اینا انتخاب میشن، انتخاب کننده ها کی هستن، چقدر اون انتخاب کننده ها اهلی هستن با این ماجرا، بعد نمونه هایی که میذاره واقعا فوق العاده است، از کارهای فوق العاده ای که اصلا شبیه کارهای سال پیش، کارهای بسیار مدرن و اساسی و درست حسابی است. و اینا همه به حال مقصودم این استش که اگر شما یک جوان بودید الان مثلا حدود 18 19 سال یا حتی 22 سال اینا، خوب بود حتما چلچراغ عرفته بخرید. اگرم دور هستید الان دیگه همه این مجلات رو توی پی دی اف شون هم میشه خرید، مجله خوندنی برای جوونا. بریم سرمشق رو هم ببینیم. خب افزایش خشونت در جامعه با نادیده گرفتن حقوق زنان، خشونت همیشه بد است. مجله این هفتمون اصلا یه اشکالی برای من از نظر شخصی داره و اون اینکه جای هیچ نوع غر زدن من نمیذاره. خدا شکر سرمشق مجله است که توی کرمان منتشر میشه و سوژه اصلیش خشونته و این حرف رو ما زیاد میشنویم، حرف زده میشه راجبش. یک مجله ای که در شهر کرمان داره منتشر میشه، طبیعتاً امکاناتش به اندازه یک مجله ای که در تهران هست و دسترسی به دانشگاه ها و به آدم مختلف داره نیست، اما انقدر خوب این موضوع رو جمع کرده. اولا با یه خانم وکیل دادگستری صحبت کرده است که خانم مینا مجزاده، اینجا یه بحث فوق‌العاده میکنه راجع به افزایش خشونت در جامعه به دلیل نادیده گرفتن حقوق زنان و معتقده که وقتی که شما جلوی ازدواج خردسالی رو نمیگیرید، این یکی از پایه‌های ایجاد خشونته. حالا ممکنه که اون بخشی ازش باشه که معمولا حرف راجع بهش زده نمیشه یا راجبش گفتگوی زیادی صورت نمیگیره. الان خیلی هم زده میشه، توی مجلس هم بردن دوباره، متاسفانه نمیتونن کارش کنن. یعنی آره، نه مقصودم اون که زده نمیشه، مقصودم این نبود که مثلا دولت اینو نمیگه، نه مقصودم این بودش که کسایی که مورد تعرض قرار میگیرن، همه جای دنیا همینطوره، در همه آمار پلیسا میگن این بخشی که ما داریم آمار میدیم اونایی که به ما شکایت کردن، بله. بخش عمده ترش زیر این باعثش. بخشای مختلف داره مجله، از جمله بخشی آخرش دیدم داره از متمولین کرمونی در دوره قاجاریه یه چیزی توش گرفته و این چادرهای سفیده که معمول بوده است در اون دوره در کرمان چیز میکردن، ولی دنبال متمولین میگرده. من جای یک نشریه کرمونی بودم، کرمان اتفاقا از این جهت چیزهای فوق‌العاده داره، اگه قرار بشه که بره دنبال بزرگان دوره قاجار بگرده، خب باغ شازده رو داره، معلومه که کیه، متولی مسجد جامع معلومه که کیه، مثلا مجموعه گنجعلی خان داره معلومه کیه، اصولا اون چی که از میز ابراهیم خان باقی مونده ابراهیمی ها هستن معلومه کیه. مقصدم این که اونجا در اون مجموعه کم پیدا نمیکنه. یه بخش طنز هم گذاشته که مجله رو تبدیل میکنه به مجله جامعی در مورد فرهنگ و حوزه اجتماعی، حوزه اجتماعی هست و به حال کار فوق‌العاده، غیر از اینکه خبر میده که یه کورسوی طنزم که به صورت مجله هستش در کرمان در میاد. یادتونه که ما تا حالا مال جهرم و اصفهان و جا رو معرفی کردیم، اینو ندیدیم که باید در این فرصت پیدا کنیم. کورسو اسمش، مجله طنز کرمانی هست. چقدر عالی. خب بریم کارتون آخر رو ببینیم از مهدی عزیزی، ضرورت تزریق شادابی و امید به جامعه. میگه دکتر جون راحت باش، ما دیگه سر شدیم. دیگه لازم نیستش. خب واقعا مثلا یه چیزایی یه جمله های خیلی بامزه است. ضرورت تزریق شادابی
خب بعد یه اتفاقاتی بیفته که این شادابی تزریق بشه. آره. خب نکته طنز رو بخونید. شهرام شهیدی یه داده بود به عنوان گزارشی که به من رسید، میگه بعد از سوالهایی که ما حرف میشنیدیم که خاک هرمز یا بعضی از خاکار دارن از کشور صادر میکنن میفروشن خلیج فارس و اینا، بالاخره رئیس سازمان محیط زیست یه خبر قاطعی گفت، گفتش که گزارشی به من دادند که از جزیره هرمز خاک صادر میشود، نباید اینطور بشود، دنبال این هستیم که اگر این اتفاق میافتد جلوی آن گرفته شود. ادامه داده خودش شهیدی، نوشته روابط عمومی اورژانس هم اعلام کرد که بعد از این اظهار نظر قاطع و سریع تعداد کسایی که در نوار ساحلی جنوبی به اورژانس رجوع کردن 87% رشد داشته و همچنین روند صادرات خاک نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه به حالت واژگونی آماری رسیده. قاچاق خاک از کشور حاشیه خلیج فارس به تهران به ایران رونق گرفته. بعد همینطور ادامه داده، بعد این مثال رو برده تو زمینهای دیگه که اگه بخواد اینطوری باشه، وزیر صنعت هم میاد میگه گزارش من دادن که برخی خودروهای داخلی خیلی زود خراب میشود، نباید خراب بشود، بعد از این واکنش ابرها شروع بارش کردن و آی باریدن. مرسی آقای بهنود و مرسی از شما. مثل همیشه تمام راه‌های تماس ما براتون بازه، میتونید نظرات انتقاداتتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو برای ما بنویسید. راه تماس رو دارید روی صفحه تلویزیون میبینید، نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما و یا با آدرس توییتر ما bbc دیدبان برامون بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خدافظی میکنم تا هفته آینده. شب روزتون خوش.